خیلی از دوستان هستن، خیلی از کسایی که با ما در تماس هستن در این سال‌هاست به من میگن که میخوان از ایران بیان بیرون و مهاجرت کنن. حتی بعضی از این دوستان رو من تصور میکنم نزدیک 35 ساله که از ایران میخوان بیان و هنوز نمیدن، چه بسا تحقیق کردن، اطلاعاتی به دست آوردن، اما هنوز حرکت نکردن. و هر زمانی که ما می‌بینیم شرایط ایران یه مقداری بدتر میشه، اینها بیشتر با ما تماس میگیرن تا اون بعد از رسول بخوایم بیاییم بیرون. ولی هیچ موقع ندیدم اینها بیان بیرون. چی فکر میکنید؟ چرا نمیدن و چرا شما اومده بیرون؟ چون اون تصمیمی که گرفته بودن پشتش تعهدی نبود، یک تصمیم. ما خیلی تصمیم میگیریم ولی چون درش هیچ تعهدی نیستش متاسفانه آسیب. تعلیماتی که مسیح به ما میده در کلام خداوند در مرحله اول این هست که بعد از ایمان ما متعهد بشیم، همون گونه که بارها از من شنیدید. تعریف درست تعمید یعنی تعهد، که من تعهد میدم، که بازم فرمول خیرش کار میکنه. تعهد میدم به خودم که وفادار باشم، تعهد میدم به خانوادم که من وفادار به شما باشم به خاطر مسیح، تعهد به خلق خدا میدم که من به خاطر کاری که مسیح کرده اعلام کردم متعهد هستم به خلق خدا، این تفاوت نیستم، و تعهد به خدا میدم که خداوند رو در وفاداری به تو نیز من خواهم بود و از اون نیز میاموزیم. این نوع مسئولیت پذیری رو همون گونه که خودش اون گونه بود. بنابراین تعلیم مسیح تشویق به تعهدداری هست، به مسئولیت پذیری هست. در انجیل لوقا 22:19 میخوانیم که اعلام میکنه عیسی مسیح در کنار شاگردان خودش 12 شاگرد داشت، که همه به خوبی میدونیم یکی از این شاگردها شاگرد متعهد نبود، شاگردی نبود که مسئول پذیر بوده باشه، شاگردی بود که میشنید اما آنچه را که میشنید گویا از خدا نمیشنید، آنچه را که گوش میکرد گویا که موانعی بود که مجال این رو نمیداد درک. در انجیل لوقا 22:19 میگه و نان را گرفت. این در از سهم کار خداست، انجام بود، این قربانی بود که انجام بود. پیامش همون قربانیه که کلام خداوند اعلام کنه مسیح بعد گناهان بشریت قربانی شد تا عشق خدا رو بیانش، محبت خدا رو بر ما کامل و اعلام میکنه و نان را گرفته شکر میکنه، یعنی برکت داد، همون گونه که نان و چند ماهی رو برکت داد. و دو بار ما می‌بینیم در 4 انجیل بیش از 15,000 نفر قرآن دیدن، میگه 5,000 تا 5,000 تا سرشماری مرداست، زنها و بچه‌ها نبوده، اما برکت میده که زیاد میشه. پس مسیح کارش رو انجام داد، قربانی رو داد، خودش قربانی شد به خاطر که من تو دیگه قربانی ندیم. از این رو عرض میکنم عشق رو قربانی نکن، مواظب باشیم. من نمیتونم بپذیرم، شاید خیلی ها هستن، برای خیلی از جدایی ها دلایل، خیلی دلایل دارم. من اینو تعلیم نمیدم و نمیپذیرم. اگر کسی عشق رو قربانی نکنه هرگز جدا نخواهد شد، نه نسبت به زن و شوهر، نسبت به موقعیت کاری، اینکه شخصی تشخیص میده که این کار براش امروز مناسب نیست، اینکه زن و مردی متوجه میشن که دیگه اینا همیار نیستن، قاتل همگه دارن میشن، همگه رو میکشن، بله اینا قابل درک کرده. اینکه مردی که باید مسئول باشه دیگه مسئول نیست، اینکه زنی که باید وفادار باشه دیگه وفادار نیست، این جدایی پیش اومده دیگه. نمیخوام سر خودمون کلا بزنیم، حتما به این نیست که ما به محضر کنه بریم طلاق بریم، طلاق انجام شد. صحبت از زندگی عادی رو دارم که
بعد خوش کنار را گرفته شب نمود و پاره کرد. برای همه چرا پاره کرد؟ چرا برمندش مال پاچه دو قسمتش نکرد؟ کاری که مسیح نیز سلیم انجام داد کاری بود که برای همه ما کرد و تو نسلهای آینده فرزندان ما نوه‌های ما برای تمام بشریت کرد. اون پیغمبر یک قومی نبود، اون نجات دهنده یک قومی نبود، اون خداوند یک قومی نبود، اون برای همه جهانیان آمده. هرگز نمیتونه اون رو محدود کنه. از این رو هستش که یک مبشر خوب هرگز نمیاد نجات رو سلیقه‌ای کنه، بگه بابا این آخوند نجات پیدا نمیکنه. نه، همه آخوندم نجات پیدا میکنه، از من بدتر میشه توی خدمت، بگه از حسن میشه. اون سپاهی نفع من شاهد هست، سپاهی رو که من سالها پیش، بالای 20 سال پیش توی تهران توی تاکسی بشارت دادم، این گریه میکرد، لباس سپاهی هم تنش بود و براش دعای نجات رو خوندم. تشنه بود، آگاه. از بچگی من دوست داشتم انجیل فارسی رو داشته باشم، ولی مگه انجیل فارسی هم از دازم فکر من ارمنی هستم؟ من هم راستش چی نگفتم، تو سوال نکردش، به میگم شما ارمنی هم. اما خداوند رو نجات داد. سلیقه‌ای نیست، مسیح برای همه اومد. از این رو باید دعا کنیم. ما برای سرنگونی نظام اسلامی 100% دعا میکنیم. اما دعا میکنیم خداوند خامنه‌ای رو ملاقات کنه و اگر اجازه بده خامنه‌ای که معمولا این دیکتاتورها به جایی میرسن که دلهای سختی دارن اجازه نمیدن، اگر اجازه بده خداوند حاضر بود رو نجات بده. پس هیچ محدودیتی نداره تو کاری که مسیح کرده. و نان را گرفته شب نمود و پاره کرده به ایشان داد و گفت این از جسد من، این از سند آزادی من و تو. امروز ما اینجا هستیم اعلام کنیم که مسیح بهر گناهان بشریت روی صلیب رفت تا من نجات بدم، من آزاد بشم، من قدرت داشته باشم، من قوت داشته باشم، من آرامش داشته باشم، من خوشی کامل رو داشته باشم، من سلامتی داشته باشم، من همسر خوب داشته باشم، من بیزینس خوب داشته باشم، من رابطه های خوب داشته باشم. همه اینها رو باید اعلام کنیم. امروز مصادف هستش با روزی که ما باید به یاد بیاریم که ما آزاد شدیم. بر دهان نگو گرفتارم، نگو اسیرم. اینها دروغ شیطان. این از جسد من که برای شما داده می شود، این را به یاد من به جا، یعنی انجام بدید. من اینکه بگیم خب حالا ما رفتیم یه عشا گرفتیم یه کار سنتی کردیم، نه، انجام بده. و از این به بعد در اعمال، در رفتار، در آنچه که مسیح از ما خواسته. پس درباره تعلیم مسیح که با مخاطبینش هستش، اولین قدم قدم این هست که من تصمیم بگیرم. یک تصمیم قلبی، نه اینکه 35 ساله میگه از ایران میخواد بیاد. میدونم شاید خیلی سخته، من تشویقم نمیکنم کسی از ایران بیاد، خواست تو این شرایط بیاد بیرون. اینو یک مثال زدم، مثال های بسیار هستش. تصمیم قلبی باشه. و ما در اعمال رسولان میخوانیم که میگه آنانی که با تصمیم قلبی به مسیح ایمان آوردن بعد دعا شد از روح القدس پر شدن، از عطایای خداوند برکت گرفتن. فقط گفتار نبود که باعث نجات رو باشه، کار روح القدس که اگر تمام زندگیشون رو اونها از دست میدادن، اما برای مسیح ایستاده بودن، اعتراض نمی کردن، شکایت نمی کردن، غرغر نمی کردن، وفادار ایستاده بودن در هر شرایطی. از این رو هستش که امروز برای شما ایمان رو، چون بنیاد رسولان مسیح سفت و محکم بود، فقط یک باطل داشت و اونم اسرائیلیتی بود و مسیح میدانست، اما مونه او نشد و برو کارت رو انجام بده. از این رو میخوام بگم خدا انسان رو آزاد آفریده، خدا مانع فکر من بد من و تو هم نمیشه، اما بهترین پیشنهاد رو به من داده، همون پیشنهادی که امروز به من رو داد که به یاد بیار بیا کلیسا، ارزش قائل شو. مبادا که الان که کلیسا نیست یه کاسه چک کنم تو دست تو یه خونه گرفتی، یه جدی گرفتی، با این چه کار کنم؟ بلند شد یه کلیسا مسیح بهت میگه برش روح القدس به تو میگه، یا آنچه را که ما میگیم حقیقت هست یا دروغ.
اگر حقیقت هست باید برای حقیقت کامل باشیم، اما اگر دروغ هست چرا به پیروی مسیح بریم؟ بریم زندگیمون رو بکنیم، حالمون رو بکنیم، حداقل این دنیا رو داشته باشیم. اگر قسمتی از کلام خدا قرار هست برای من باشه و قسمتش نباشه چون نمیپسندم، به نظر من همونطوری مسیح گفت یا گرم گرم یا سرد سرد. چرا بدن؟ چرا میخواییم بدن باشیم؟ امروز چرا دنیای مسیحیت متاسفانه توی سختی و مشکلات قرار میگن که دکترهای روانشناسی خدا رو شکر برای وجودشون، اونها باید درمانشون باشن، که بزرگترین روانشناس خود روح القدس میتونه اونها رو تسلی بده. اما بسنده کردن به کلیساهای سنتی، هیچ نمیآموزن، از روح پر نمیشن، فقط یک کار سنتی دارن انجام. امروز من و تو که مسیح ایمان آوردیم چرا این گونه باید بایستیم؟ ما چرا این گونه باید زندگی کنیم؟ چرا نمیایستیم برای یک بار شده یک تصمیم جدی بگیرم که یک شنبه ما هرگز قربانی نمی کنم؟ یک شنبه من مال مسیحه، یک شنبه من عشق، ده یک دادن من مطابق کلام خدا عشقه، در راستی زندگی کردن من عشقه. من اینها رو قربانی نمی کنم، بیستم خدمت من به مسیح عشقه، بیستم برای زندگی خودم، برای مردم ایران. نیاز دارن مردم ایران از بس که دروغ شنیدن از آخون. و از کجا مردم میگه کشیشن پشت ویتری کلبات میذاره خوشتی به چهار تا جمله پشنگ یعنی اونا که سر با کلا گذاشتن اینم خرم کلا میذاره غیر از اینه راست میگه. پس اجازه نهید فقط کشیش ها رو ببینن، همه مسیحی ها رو ببینن که همه بیدارن، همه آگاه هستن، همه از روح پر هستن. گواهی نباشه که کشیش دست خوب سخن میکنه، نه بگم فلان برادر تو محیط کار چقدر صادقه، توی کلاس فلان ایماندار چقدر سخنانش رفتارش خوبه، تو راستی هستش. و همه جا ما نمونه های خوبی باشیم، بازم برای جلال خدا من برای رسیدن به هدف مقدس. پس اول تصمیمه و بعد از تصمیم طلبیدنه، یعنی گرفتنه. بگید آنچه که میشنوی ایمان داری بگید، مسیح رو بطلبید تا به شما داده شود. با ایمان بطلب. اگر امروز اومدی اینجا متوجه شدیم که سند آزادی تو رو مسیح بهت داد، چرا خودت رو گرفتار و مریض رو توی مشکلات چرا؟ بس اشتباه استیم، اشتباه درک کردیم، نمیگیریم آزادی، نمیگیریم اون قوت رو، به بازی دنیا رفتیم که به راحتی امروز کف دست همه ما هست. یک موبایل، اخبار اشتباه، شایعات ما رو میندازه پایین، ما رو بلند میکنه. ما مسیحی ها قرار نیست با اخبار دنیا بیافتیم و بلند بشیم. خداوند میخواد که ما به تفسیر روح القدس، من استثناء رو کار ندارم، توی تمام زندگی ما استثناءهایی وجود داره، اما این گونه نیستش که تصور بر این بکنیم که اگر من دنبال برنامه باشم. نمونه های خوب شما هستید الان، میتونستید نیاید ولی اومدید، تصمیم گرفتی اومدید، تصمیم گرفتی از ایران اومدید، تصمیم گرفتی قلبت رو به مسیح دادید. و اگر ندادی امروز این کار این دل رو دل نکن، متعلق به خدا یه عشق و محبت شد، از مذهب آزاد شد، یک لا مذهب اما یک عاشق حقیقی باش، با عشق زندگی کن. پس تصمیم، طلبیدن و بعد تقسیم، همون بوده که کرام خدا برگفت، میگه نان پاره کرد. متی 28:19 چی میگه؟ میگه بروید تمام قوم ها رو، نه تنها قوم ما رو، همه قوم های دیگر هم برید بشارت بدید، به همه ملت ها برید بشارت بدید تا اونها نجات پیدا کنن. و نجات پیدا میکنن. نگید که ما بلد نیستیم. کی بلده؟ روح القدس بلده. مطابق آنچه در انجیل یوحنا 14:26 میگه من سخن میگم، شما تصمیم بگیر و بطلب، بگو میخوام من این کارو کنم، میخوام بشارت بدم، میخوام، من تصمیم گرفتم کلاسای برادر امین رو برم مثل برادر امین معلم بشم. تصمیم بگیر، میخوام مثل کشیش اصلاف مثل من نشید، لطفا مثل مسیح بشید، میخوام مثل فلان برادر خدمت کنم. و خدا تو رو برکت میده و بلندت میکنه. اینها امور روحانیه، توی بیزنست هم همینطور باش، سف بیز. و مطمئن باش خواهد شد، این گفتار درمانی نیست، این روح درمانیه.
با روح این رو بپذیرید و مطمئن باشید که خداوند مطابق فیضش شما رو به عنوان همکاران استفاده خواهد کرد. همون گونه که در نامه اپوسیسیان 4:11 میخونیم و اعلام میکنه او بخشید بعضی رسولان. پس کشیش همه کاره نیست تو کلیسا، کشیش همه کاره نیست. شما هم سهمی دارید. سهمت کجاست؟ از خودت سوال کن. سهم من در کلیسای مسیح کجاست؟ ماهی دفع رفتم به کلیساست؟ هر هفته رفتم فقط نشستم؟ سهم دارید. ما اینجا برادر عزیزمون یوسف جان هستن، امیر عزیزم هستن، روبن عزیز هستن، هر کدوم شما میتونید نسبت به اون استعدادتون، عطاتون درخواست کنید تا به شما کمک کنن توی اون خدمت بیستن. از نظر من هر کس که مسیح ما میاره و مانند دوز بالا صلیب نیست به خاطر اینه که قرار خدمت کنید. اگر مثل دوز بالا صلیب دور از شما میمردیم راحت تر بودیم، چون دیگه هرگز گناه نمی کردیم. و میگه او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح، همون جسدی که میگه تکه تکه شد و قربانی شد برای گناهان ما، تا ما بتونیم به فیض او زندگی خوب و سالمی رو داشته باشیم. میخوایم با هم دیگه کتاب اشعیا 6 رو بخونیم. کتاب اشعیا. بنابراین خدمات ما توی زندگی عزیزان نوعش هم فرق، حتما همه نباید کشیش بشن، حتما همه نباید مثل روبن جان باشن. گاهی موقع ما فقط دوست داریم بالا باشیم. ببین عطای تو چیه؟ مطابق عطات خداوند رو خدمت کن و این به یاد آوردن هستش که کمک میکنه. پس این خدمات ما به ما کمک میکنه دنیا مسیح رو بشناسن. میتونید رو باید رو میگم لطفاً رده کنید. خدمات ما کمک میکنه دنیا مسیح رو بشناسن حقیقتاً. پس اگر خدمتی نباشه از کجا بدونن که مسیح هست؟ شما میدونید مینیستر مسیح از زمان قبل از رضا شاه توی ایران یتیمخونه بود، مدرسه تأسیس کردن، بیمارستان تأسیس کردن، حتی موزیکی که بتونه کمک کنه مکانهایی سعی کردن ازش استفاده کنن تا مردم رو تشویق کنن به نوع پرستش. اینها قدمایی بود که مینیستری های مسیحی برداشتن. مادر ترزا چه کار کرد؟ خدمتی کرد. همه می‌دونن مادر ترزا مسیحی هستش، یک راهبه است، خدمت کرده. پس با خدمت اون ما می‌تونیم معرفی کنیم. در غیر این صورت خب ما می‌گیم کلیسا، مسلمان‌ها میگه خب منم میرم مسجد. چه کار می‌کنید؟ شما می‌رید اونجا می پرید بالا پایین می‌زنید، می‌رقصید، کارهای سوابگردی‌ها چه می‌کنید؟ خب سنگین وای میشه نماز می‌خونید. مسلمان اینجوری میگه دیگه، برای خودش. بهایی هم یه جور دیگه میگه. حالا تو بگو من مذهبی نیستم، باید ثابت کنی مذهبی نیستی، لا مذهب هستی. خدمتت به تو نشون میده، عشق به تو میده، به دیگران نشون میده که کجا شما ایستادی. زن اینو میکنه به همسرش، میگه از گرما مردیم تا به سو. بابا برو یه کولر بگیر مثل بقیه مردم. بابا بدم کن بابا اونام که خریده به درد رو بگو چجوری به درد رو میبریم نکن هر که خریده یا بشه رو پشمون یا بشه کنار خونش. این موقع ما اینجوری میبینیم، یعنی بابا اینا میرن کلیسا شیک میکنن، کلوات میزنن، تمیز و مرتب میرن و میان. این میشه خدمت کنم. خدمت هم عزیزان لوگوی خاص نداره. محبت است که مسیح رو جلاله. بریم با هم کتاب اشعیا رو بخونیم که اینو بدونیم. حتی اگر نبی خدا باشی، حتی اگر پر از عطایا باشی، نیاز داری به یک سر و اون سر رو اینجا میخواییم بدهیم. چی هست بزن؟ اشعیا باب 6. در سالی که عزیا پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. پادشاهی مرد؟ بله، پادشاهی مرد. میگه ایام خیلی خوبی رو داشت در حضور خدا و بعدم یه اشتباهاتی هم کرد.
حالا نبی خداوند که به اونم پیامایی میداده به اشعیا، یه نگرانی داده برنامه داده بعد از این چی میشه. حالا میره در حضور خدا، خوشگلات و سختی ها که میاد بیا پیش خداوند، نمیگم به کلیسا فقط، برو در خلوت، برو در حضور خدا، نذار مشکلات تو رو بگیره. تو بحران ها تو هم بحران نشو، از بحران بیا بیرون، برو در حضور خداوند، اون موقع از همه چیز عوض میشه، همه چیز تبدیل میشه. بله، یک بار دیگه این قسمت رو بخونیم. در سالی که از یاب پادشاه بود، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. دید، چون خوب رفت در حضورش. چرا اینقدر میگیم پرستش مهمه؟ به خاطر اینکه پرستش کمک میکنه که شما توی پرستش تخت پادشاهی خدا رو ببینید. ببینید ما اینجا یک کانست نمیخواییم بکنیم، حتما صدای قشنگ رو دوست داریم، حتما ساز قشنگ رو دوست داریم، اما به چه درد میخوره اگر کسی عوض نشه؟ ببخشید، من فکر میکنم دنیا بیا خیلی زیباتر از ما میزنن و میخونن، ولی خدا رو شکر میکنم کسایی هم که توی دنیا میزدن امروز تصمیم از جانسه بردر حمید عزیزم همینجان بیا این برتر بشه. یکی از نمونه های بسیار خوبه ماست، لطفا یه دست بسیار خوبه ماست، بسیار خوبه ماست که اگر توی پرستش ما بخواییم از یکی بیاموزیم از همین بردر همین که روزگاری برای ستار و و خانم الهه دیگه آقای گل پایگانی میتونم یه دستگی بسیار حالا داره برای مسیح میزنه. فکر میکنید چه کسی حمید رو عوض کرده؟ رسول یا کشیشای دیگه؟ هرگز حمید رو خدایی عوض کرده که اشعیا رو عوض کرد و سکو و پادشاهی خدا رو دید، تخت پادشاهی رو دید. و تک تک ما با ملاقات خداست که عوض میشه. منتظر نباش بعد از یک موعظه عوض شی، منتظر نباش 40 روز روزه میگیری عوض شی، منتظر نباش 10,000 بار کتاب مقدس رو بخونی عوض بشی، یک بار خدا رو ملاقات کن تا عوض بشی، زندگی عوض بشه، شفا میبینی، آروم میشی. اگر امروز میبینی تشنه کلام خدا نیستی، تشنه خدمت نیستی، چون مانع در وجود تو هست، نمیتونی وفادار به کلام خدا باشی، نمیتونی خادم خوب خدا باشی، چون مانع هست، ملاقات کن خدا رو. دیگه احتیاج به اینقدر صحبت ها و پرچونگی کشیش رسول هم تو عوض خواهی شد و باعث برکت برای دیگران نیز خواهی شد. بله؟ و هیکل از دامنهای وی پر بود و سرافین بالای آن ایستاده بود. منظور فرشتگان هستش که هر یک از آنها 6 بال داشت. و ما همین صحنه رو توی کتاب مکاشف هم میبینیم البته که صحبت از این فرشتگان میشه. بله؟ و با دو از آنها روی خود را می پوشانید و با دو پاهای خود را می پوشانید و با دو پرواز می کنید. نمیشه وقتی است خیلی صحبت کنم، اما داره قدوسیت خدا رو میگه که در حضور خدای قدوس حتی فرشتگان به احترام رفتار میکردن، هوشیار بودن. ما چگونه میگیم؟ ما چجوری میگیم؟ ما تو چه فکری میگیم؟ انتظار نیست بگیم با بهترین لباس، هرچند که باید این گونه باشه، اما نمیخوایم کار فیزیکی بکنیم. من میخوام بگم درون دلت چه خبره؟ تو دلت چی داری میاری کلیسای خدا؟ باید قبل از اینکه بیایی تقدیس کن، توی راه شروع کن دعا کردن، یه سرود پرستشی بذار، صبح زود بلند شو، خدا من دارم میخوام بیام در حضور تو، من میخوام تمیز بیام خدا من دارم. تو این روزا من اذیت شدم، فلانی من اذیت کرده، دیدی اینو گفته کشیش رسول، چیکار به کشیش رسول داریم؟ ای بابا خودت رو هم میتونه کنیم. پس بنابراین یه نگاهی بکن، تقدیس شو، پاک شو، چون خدا میخواد تو رو برکت بده. بله. و یکی دیگری تا صدا زده میگفت قدوس فقط خداست. ماورای عدالت، ماورای محبت، ماورای حکمت، ماورای عشق که ازش بگیریم بهترین هم هست، 100% تضمین هم هست. شما یه ماشین میخواید بخرید، یه خونه میخواید بخرید، همیشه میپرسید از کی بخریم، کجا بریم، چه کار کنیم؟ حالا برای ابدیتمون نزد خود خدا بریم، پیش هیچ پیغمبرم نرید،
فقط خدا، فقط خدا ماننده اشعیا. بله یهوه سبایو تمامی زمین از جلال او مخلوق است و اساس آستانه از آواز او که صدا می‌زد می‌درزید و خانه از او پر شد. در اصل اشعیا داره ذهنش رو همونطور که ما امروز صبح اومدیم شروع کردیم تقدیس کردن، اشعیا داره ذهنش رو تقدیس میکنه، پاک میکنه. قبل از هر چیزی تقدیس شده رو اندیشمندی اعلام میکنه، اگر ذهنتان را اصلاح کنی ما بقیه زندگیتان سر جایش قرار میکنه، چون حکمت میگیری چه کار کنی، میگه در حضور خدا استراحت کنی آروم میشی، پاک میشی. پس خودتو تقدیس کن، من درستم، من فلانم. لحظه ای لطفا بذارید کنم، لحظه ای بذارید کنم، در راستی با خدا من باشید. بله پس گفتم وای بر من که هلاک شدم، زیرا که مرد ناپاکلب هستم و در میان قوم ناپاکلب ساکنم. پس نگاه کنید، وقتی تقدیس میشی، وقتی که اشعیا میره در حضور خدا من متوجه میشه واو چقدر پر اول خودشو میبینه برخلاف من که اول عیب دیگران رو میبینم، او این اینه، اون این اینه. اون میره اول عیب خودشو میبینه، بعد که عیب خودشو دید بعد خدا نشون میده حالا عیب دیگران رو نشون میده که برای اونها شفاعت کنه، نه داوری بد کنه، نه جاج کنه، نه محکوم کنه، چون جای خدا که نمیتونیم ما بشینیم، جای درست میسته. بله و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیدم. چشمانش یهوه سبایوت یعنی خدای لشکرها را دید. هوشیار باشه، خدای حقیقی فقط یهوه است. اگر نمیشناسی خدا تو برو بشناس. ما اینجا میگیم الله خدا نیست، رب خداست، الله خدا نیست، دنبال بت نریم. پس موازنه تقدیس کن، ماشاءالله انشاءالله رو تقدیس کن، آدم چای متاسفانه تقدیس کنیم، پاک کنیم، در حضور خدا و زنده یهوه بریم. بله آنگاه یکی از صرافین نزد من پرید و در دست خود اخگری که با انگور از روی مذبح گرفته بود داشت. آتشی رو بگه. بله و آن را بر دهانم گذارده بود که اینک این لبهایت را لمس کرده است و عصیانت رفع شده و گناهانت کفاره گشتند. هاللویا. خیلی از ما هستیم عادتهایی داریم از امیال کهنه گذشته است، بارها حتی گریه کردیم خدای ما نمیخوام این عادت رو داشته باشیم، حتی به خاطر این رفته میشه کارشناسا بابا یه عیبی داریم نمیخوام این عیبو داشته باشیم. در حضور خدا تو رو صادقانه این کاره رو کن، خدا سر تو رو میشه به خاطر تا به امروز صدها گواهی شنیدم که معتادین رو مسیح شفا داده. شخصی که میگفت بعد از ایمانم اونقدر وسوسه شدم گفتم یه تیکه رو برای روز نوادا قایم کرده بودم، بعد از ایمانم رفتم پیداش کردم، گفت باز کردم اومدم، فقط گفتم خدایا اگه قدرتش رو من میدیم من اینو نکشم. و دیگه همون موقع یک صدای قوی درونم گفت نکن. اون شخص الان داره خدا منو داره برد تمام شد. گفت حالم بد میشد وقتی سیگار کشیدم، وقتی اون مواد کشیدم حالم دیگه بد شد. و این دلیلی شد که بزرگ کنار اجازه به استقرار خدا رو بشنه. ما اینجا به شما تعلیم میدیم اما تمرین شما در حضور خدا باید باشه. بله آن با آواز خدا برد شنیدم که تو رو پدر بدن و کیست که برای ما برود. امروز خدا داره به شما میگه کیو بفرستم؟ راو من رو بفرست، خدمتتو پیدا کن توی کلیسای مسیح. مسیح هم نیست بعد مسیح هم میخواد، انتخابمون کرده، احتیاجمون نداره اما انتخابمون کرده برای خدمت. خدمتتو پیدا کن توی کلیسای مسیح، کنار خادمی بیست و نام اون رو جلال بده. بله گفتم لبیک مرا بفرست. آمین. میتونید شما بگی مرا بفرست؟ اعلام کن مرا بفرست. خدا به تو برکتش هم میده. کلام خداوند اعلام میکنه که من بی حساب نیستم خادم خودم را فراموش کنم. هرگز هرگز. بله گفت برو و به این قوم بگو البته خواهید شد. مرسی خیلی ممنون. میتونید برای این کلام دست بزنید. بعد از مزمور 7:23-28 میگه و اما مرا نیکوست
که به خدا تقرب جویم نزدیک بشم. به اون بر خداوند یهوه توکل کردم تا همه کارهای تو را بیان. این مسئولیت و تعهد ما است. لطفاً لامپا را روشن کن. از خدا میخوام که با من باشن. آماده هستیم به این سفره نزدیک بشیم؟ که بگید به یاد آوردم. نه تنها به یاد آوردم، بلکه با به یاد آوردنم میخوام خداوند تو رو خدمت کنم و تمام زندگی تو تقدیس کنم. پاک کن. یاد بگیریم متمرکز مسیح بشیم، متمرکز خدا بشیم، تمرکزمون رو بشه.